خب کانسپت شماره 9 رو آغاز خواهیم کرد با هم و البته شماره 10 این دوتا رو با هم مروری مثال حل خواهیم کرد در انتها. تا الان خب در قسمت شماره 8 شما ضرایب خصوصیات radiative properties رو یاد گرفتید و البته emissivity رو هم که قبل از این گفته بودم. اینجا در مورد یکی از معروف‌ترین قوانینی که در بحث تشعشع حرارتی وجود داره صحبت خواهیم کرد و اونم قانون کیرشهوف لا هست. کیرشهوف هم میگن حالا بهش انگلیسی زبان ها ولی بگم کیرشهوف شاید مناسب تر باشه تلفظ. و این خود کیرشهوف کسی بود که این قانون رو وقتی اولین بار تو مقاله چاپ کرد اویدنت تجربی نداشت، یعنی صرفا از تئوری به این رابطه رسیده بود و خب معمولا در علم فیزیک به کسایی که نوبل میدن و اینها صرفا افرادی هستن که بتونن آن چیزی که در تئوری گفتن رو در تجربه نشون بدن و صرفا به تئوری محض نوبل داده نمیشه. به خاطر همین فکر کنم انیشتین هم به خاطر تئوری نسبیت خودش نوبل نگرفت بلکه به خاطر آن چیزی که در مربوط به همین مباحث بود نوبل گرفت. حالا برسا ولی ایشون این قانون خودش رو نتونه، حالا پلانک هم اومد بعدش یه سری سعی کرد اثبات بکنه این قانون رو ولی باز هم ایشون هم به نظر چند تا موفق نبود. ولی قانونی است که خیلی اتفاقا مهم هست و پرکاربرد است. خود کیرشهوف کسی بود که میگم 1870 اصلا لغت جسم سیاه رو ایشون ابداع کرد و اومد گفت به اجسامی که هم تعریفی که کردیم اون سه تا خصوصیت معروف رو داشته باشن ایشون گفت به اینا بگیم جسم سیاه و دیگه بعد از ایشون دیگه به نام ایشون باقی موند. و البته جسم خاکستری هم در همین راستا نامگذاری شد به خاطر این خب خواهید در ادامه جسم خاکستری جسمیست که مثل جسم سیاه پرفکت ابزوربر نیست، یعنی یک مقداری ریفلکشن داره و برعکس جسم سیاه که هر آن چیزی که بیاد رو جذب میکنه چیزی ریفلکت نمیکنه، جسم خاکستری یک پارشال ابزوربر هست و یک درصدی از اشعه ورودی رو جذب میکنه و یه درصدی رو ریفلکت میکنه. در نتیجه اومدن گفتن چه اسمی انتخاب کنیم؟ خب اگه سیاه اونی باشه که همه رو جذب میکنه یه لول کمتر از سیاه، اگه من سیاه یکم ملایمش کنم چه رنگی میشه؟ خاکستری میشه و معروف شد به گری. در انتها من این گری رو در حقیقت معرفی خواهم کرد که چی هست. ولی قانون کیرشهوف میگوید که به هر حال ما در بحث ضرایبی که چهارگانه‌ای که معرفی کردم ضریب عبور و ضریب انعکاس رو بذار کنار، در مورد ضریب جذب و ضریب پخش دارم صحبت میکنم، یعنی اینکه چقدر جذب میکنه و چقدر پخش میکنه. شاید یک حسی بالاخره وجود داشت که یه رابطه‌ای باید بین آن چیزی که این جذب میکنه و آن چیزی که این ساطع میکنه وجود داشته باشه و به خاطر همین بود که لقد کیرشهوف اومد علاقمند شد به اینکه بیاد یه ببینه چه رابطه‌ای بین اینها وجود داره. که البته خب آن چیزی که ایشون گفت به سه شکل مختلف من اینجا نوشتم و بعضی وقتا این وسطی رو میگم قانون کیرشهوف، بعضی وقتا این آخری رو میگم، ولی به هر حال رابطه‌ای است بین ضریب جذب و ضریب پخش آلفا و اپسیلون که حالا میتونه آلفا به عنوان یک کمیت کلی و نیم کره‌ای با اپسیلون کلی نیم کره‌ای یکی باشه، میتونه آلفا و لامدا به عنوان یک کمیت اسپکترال ولی همیسفریکا با معادل اپسیلونش یکی باشه و میتونه کمیت دایرکشنال و اسپکترال آلفا با اپسیلون یکی باشه. این سه تا فقط مبنای و آن چیزی هستش که به عنوان قانون کیرشهوف پایه‌ریزی شده و من حالا اتفاقا آن چیزی که در اثبات این قضیه گفته میشه این آخری رو اشاره خواهم کرد. از بین اینا جنرال ترینش این اولیه، یعنی اولی به عنوان یک خاصیت ذاتی ماده برقرار، یعنی چی ضریب جذب؟ به این یه هسته رو در نظر بگیرید که الکترونی داره، یک فوتونی بهش تابیده میشه، ایرادیشنی بهش انجام میشه، این فوتون باعث میشه الکترون تحریک بشه به یک سطح دیگری از انرژی بره. حالا اگه به شکل معکوس اون الکترونی که رفته بود به یک سطح انرژی دیگه برگرده سر جای اول خودش، یک فوتون از خودش ساطع خواهد کرد، امیشن انجام میده که خب این دو تا طبیعتاً برابر هستن با هم دیگه. پس مقدار آلفا و مقدار اپسیلون از نوع جهتی و از نوع تابع طول موج یک خاصیت ذاتی ماده است و طبیعیه که با هم برابر باشه، اما اون دوتای دیگه به شرطها و شروطها برابر هستن که برای اینها ما دنبال اصلا همین میگردیم که ببینیم تحت چه شرایطی آلفای لامدا و اپسیلون لامدا برابره.
تحت چه شرایطی؟ خب این یه مقدار کلی‌ترینه، یه قدم محدود بشین میشه این، یه خیلی محدود بشین میشه این. پس این حالت آخر تحت شرایط خیلی سختگیرانه‌تری برقرار هست. حالا اینکه چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه در فصل‌های بعدی خواهید دید که این برابری که اینجا میبینید خیلی به ما کمک میکنه که روابطی که داریم رو سادهش کنیم و برای ما خیلی پوان مثبتی است که بتونیم فرض بکنیم که ضریب جذب و ضریب پخش برای یک جسمی با هم دیگه برابر از نوع کلی و از نوع همیسفریکال دارم عرض میکنم. به خاطر همین چون من از این خیلی دوست دارم استفاده کنم، دنبال اینم ببینم خب چه زمانی اینا با هم برابرن، چه زمانی برابره و الاخر. من اول آخری رو اشاره میکنم و اثبات است که خب کیرشوف در حد ارائه داد و ببینیم چی گفتش. اومد یه محفظه‌ای رو در نظر گرفت که رادیشنی در داخلش انجام میشه که به این مقوله ها میگن کاویتی رادیشن. کاویتی یعنی محفظه، حفره، چون بالاخره با یه کاویتی ما روبرو هستیم دیگه، حفره روبرو هستیم، معروف شده به کاویتی رادیشن که یک سری اجسام خیلی کوچکی در داخل این حفره وجود داره. دمای این بدنه این حفره یا این محفظه برابر با TS باشد و همونجور هم که میدونید شما میتونید اینو جسم سیاه فرض بکنید. آن چیزی که اصلا گفتیم یکی از چیزهایی که خیلی در دم دسته و میتونه واقعا جسم سیاه فرض بشه همین کبیتی هست دیگه. و این اجسامی که در داخلش وجود داره خیلی کوچیکن، انقدر کوچیکن که اینها نمیتونن تأثیری تو دمای TSی که اینجا میبینید بذارن. TS مقدار ثابت است. و البته بیایید فرض بکنید که بین این محفظه و اجسام کوچکی که در داخلش وجود داره تعادل حرارتی وجود داره. من دارم محدودیتاشو میگم، این کانسپت اینه. یه بار دیگه عرض میکنم، این کلی ترین حالته، این ساده ترین حالت و جزئی ترین حالته. و من دنبال نمیدونم چه زمانی این برقراره، چون این خیلی به دردم میخوره تو فصلهای بعدی من از این میام. همین الان دارم چیزایی که به شما میگم همونجوری گفتم اینو من اثبات خواهم کرد در انتهای همین دو خط، همونجوری که معلومه کلی و نیم کره است. خب همین الان دارم محدودیت ها رو میگم به شما دیگه. یعنی اگر تعادل حرارتی نباشد طبیعتا دیگه این برقرار نیست. حالا من در ادامه اینو به شکل خیلی منسجم تر عرض خواهم کرد. خلاصه در ترمال اکویلیبریوم یعنی دمای دیواره ها با دمای تک تک این اجسامی که در داخل این محفظه قرار دارن هر چند تا هست برابر باشه. خب در آن صورت وقتی میگم تعادل حرارتی یعنی اون انرژی که وارد میشه به یکی از این اجسام و اونی که خارج میشه باید یکی باشه دیگه، ولی اگه نباشه خب دماش زیاد میشه یا کم میشه. در نتیجه اون انرژی که داره فروتابیده میشه بهش که با جی نمایش میدم ضرب در مساحت جسم ضرب در اون ضریب جذب این جسمی که مثلا شماره 1 الان من نوشتم اینجا آلفا برابره مثلا 0.8 جذب میکنه، 0.8 اون اشعه فروتابیده شده از در و دیوار به سمت این جسم ضرب در مساحت اینجا انرژی ورودی به یکی از این اجسام. حالا چقدر خارج میشه و اون مقداری که داره امیشن انجام میده ضرب در مساحتش. خب ولی چون من میدونم تعادل حرارتی وجود دارد پس دمای اجسام من با دمای دیوار یکیست. پس و البته میدونم که دمای دیوار من و جسم دیواره من به صورت جسم سیاه است. در نتیجه اون فروتابشی که به یک جسم وارد میشه در حقیقت از یک دیواری اومده که دماش TSه، دمای خود اینم TSه، با هم یکیه و اون جسم سیاهه. پس میتونم فروتابش رو ایرادیشن رو برابر بگیرم با تشعشع جسم سیاه در یک دمایی مثل TS و از جی رو برمیدارم جاش میذارم EMB TS. حالا جسم من هم خب داره امیسیف پاوری از خودش در میکنه به قول معروف که در دمای TS هست، البته چون این هم دما هست، ولی خب دیگه جسم سیاه نیست، یه بی نداره، این یکی یه بیه، این جی که اینجا نوشتم چون دیواره ها رو جسم سیاه کرد ولی این یه یه بی نیست، خود این هست. خب مساحت هایی که از طرف این ساده بشه نتیجه خواهید گرفت که یه بی تی اس یعنی آن جی که اینجا ببینید بالاش پلیس دادن برابر است با امیسیو پاوری که از جسم خارج میشه تقسیم بر آلفا. یه نتیجه خیلی مهم اینجا میگیریم از همین رابطه و اون هم اینه که من میدانم طبق قانون بقای انرژی و اینکه جمع سه چیز باید یک بشه و یکی از این سه چیز همین آلفا است، پس آلفا همیشه کوچکتر از یک است. نتیجه میگیرید که آن تشعشعی که حالا میتونید آلفا رو ضرب کنید اون برای تساوی‌تر نمیکنه، آن تشعشعی که از یک جسم سیاه در دمای TS خارج میشود اگه یک عدد کوچکتر از یک بهش ضرب بشود در آن صورت تشعشع واقعی از یک جسم غیر سیاه به دست می آید. و این همون نکته ای است که داره میگوید که جسم سیاه
ماکسیموم و بیشترین مقدار تشعشع ممکنه در یک دمای مشخص رو از خودش ساطع میکنه. به کمک همین قانون ساده‌ای که و یک رابطه جمع و جوری که با هم نوشتیم، این آلفا رو خدا کنید، آلفا بدیهیه که کوچکتر از یک باشه، قانون آقای انرژی. اما این وقتی ضرب میشه، یعنی یه بی هرچی باشه تعداد کوچکتر از یک ضرب میشه تا ای به دست بیا، ای غیر سیاه دی. و البته اگه از تعریف امیسیویتی استفاده کنید، خب نسبت ای بی رو بیاریم پایین، آلفا رو ببرید اون طرف، آلفا میشه نسبت ای به ای بی. و ما تعریف کردیم که امیسیویتی نسبت امیسیو پاور تقسیم بر امیسیو پاور جسم سیاه است، در نتیجه آلفا همون اپسیلون. اینجا اصلا تعریف اپسیلون هم نگاه بکنه، این چیزی که اینجا میبینید تعریف اپسیلونه، ولی آلفا است، در نتیجه آلفا مساوی اپسیلون خواهد. ولی آلفا و اپسیلون هر دو در این رابطه که من نوشتم کمیت‌های کلی و سومی نیم کره‌ای هستند. حالا اجازه بدید برگردیم به قبل و با اثبات رابطه‌ای که من اینجا نوشتم چندان توجه خاصی نکنیم و سعی بکنیم که تشخیص بدیم در حالت کلی و به صورت کلاسیفای، نه به صورت مثال خاص، چه زمان این روابط برقرار هست، اینایی که میدونید اینجا، که انشاءالله فصلهای بعد وقتی خواستیم از این استفاده کنیم با بدونیم که چه زمان میتونیم چه زمان نمیتونیم. خب من رابطه رو نوشتم، بحث ما اینه. خب این اولی که همونجوری گرس کردم خاصیت ذاتی ماده است، من کاری بهش ندارم، اینو میدونم. حالا خب میگم این چه زمان برقراره، یعنی چه زمان کمیت های اپسیلون و الفا در حالت کلیه جهات فضا وقتی انتگرال گیری کنم از اینها با هم یکی به دست میام. و میدونم که خب الفا پی میلاندا و اپسیلون پی میلاندا برقرار، خب تو رابطه‌شو می‌نویسم دیگه، اصلا کار خاصی نمیخواد بکنم. الفا لاندا در قسمت قبل ما نشون دادیم اینجاست دیدم. الفا لاندا رو اگه نگاه بکنید اینجا، من خب همین رابطه که اینجا بوده اینم کپی پیست بذارید اینجا. و اون ور سمت تساوی هم اپسیلون لاندا است که اپسیلون لاندا رو تخته‌های قبل من جلسات قبل نوشتم و اونم تقوانشی قبلا بلد بود. فقط فرماش رو اگه نگاه بکنید، اولا داخل انتگرام اینجا آلفا پریم لاندا هست، خب چون این آلفای لانداه طبیعتا، اینجا اپسیلون پریم لاندا هست چون ضریب صدوره. اما قرارمون بر این شد که ضریب جذب رو با توجه به ایریدیشن وارد شده بسنجیم، اپسیلون رو بر حسب جسم سیاه بسنجیم. پس در اینجا تو مخرج من گذاشتم آی پریم لاندای آی، یعنی شدت تشعشع در یک طول موج مشخص و در از نوع ایریدیشن وارده، ولی اینجا گذاشتم شدت تشعشعی جسم سیاه در یک فرکانس مشخص که شما میتونید تشعشع جسم سیاه تابع جهت نیست و دیفیوزه، درنچه دیگه آی پریم لاندای بی نذاشتم اونجا. تو صورت هم دقیقا همین آی پریم لاندای رو کپی کنید اینجا، فقط یه آلفا بهش ضرب بکنید که بشه اون درصدی که جذب شده رو اگه ضرب بکنید به کل آن چیزی که وارد شده میشه اون مقداری که جذب شده. و اینجا هم باز اون درصدی که نسبت به جسم سیاه ساطع شده اگه ضرب بکنم با اون چیزی که جسم سیاه ساطع کرده که اینا با هم یکی‌ان، در اون صورت میشه اپسیلون. حالا دو تا رابطه ریاضی هست جلوشون. نگاه بکنید به این روابط، حالا میتونید ویدیو رو پوز بکنید و ببینید تحت چه شرایطی این دو تا با هم دیگه برابر میشه. خیلی چیز سختی نیست. دو حالت راهنمایی هم میگه، دو حالت جداگانه رخ میده، یعنی دو حالت ممکنه که اگه یکی از اون دو حالت فقط برقرار باشد کافیست که شما بگید که تشعشع بالاخره مقدار آلفای لاندا با اپسیلون لاندا برابر. خب پاسخ این هستش که اولا میدونید که این پریم نداره، همونجوری گفتم تشعشع جسم سیاه ربطی به جهت نداره، پس این مقدار آی لاندا بی از انتگرال خارج میشه و اگه بیاد بغل قرار بگیره تو صورت هم دوباره آی لاندا بی از انتگرال خارج میشه. نه اونم اگه بیاد قرار بگیره می توانم این آی لاندا بی که صورت هست با آی لاندا بی که در مخرج هست رو هم ساده بکنم. حالا فکر کنم یه راحت تر باشه که شما بگید چه زمانی اینا با هم دیگه برابرن. خب من که آلفا پریم و اپسیلون پریم رو که میدونم با هم برابرن، پس این آی پریم لاندای آی اینجا اضافه است. اگه این آی پریم لاندای هم مشابه همون که اونجا ساده شد با جفتش در مخرج ساده بشه، در اون صورت دقیقاً این همون میمونه، به جای اپسیلون پریم آلفا پریم هست، اونام که برابرن پس انتگرالشون هم برابر. پس در چه حالتی از انتگرال خارج میشه؟ خب نگاه میکنم به اینکه انتگرال رو جهتی گرفته شده. پس اگر ایریدیشنی که داره تابیده میشه به روی یک سطح از نوع دیفیوز باشه، یعنی تابع تتاوفی نباشه، یا من بتونم این پریوم از بالاش پاک بکنم، در آن صورت خب مثل همون اتفاقی که برای تشعشع جسم سیاه افتاد، آی پریم لاندای آی هم از انتگرال ها خارج میشن، از صورت مخرج ساده میشن، دو سمت تساوی انتگرال های آلفا پریم و اپسیلون پریم میمونن که خب اینا هم برابر.
پس شرط اول زمانی است که آی لاندای آی دیگه پیری نداشته باشه، یعنی تابع تتا و فی نباشه. بهش میگن دیفیوز سورس آف ایرادیشن، جهت تابشی که به روش انجام میشه ایرادیشن باشه. دقیقا شبیه هم چیزی که توی بحث ضریب جذب به شما اشاره کردم، وقتی ضریب جذب اسپکترال همیسفریکال رو میخواستیم به دست بیاریم، اینجا من دیگه گفتم میتونیم سادهش کنیم. یعنی چی ساده کنیم؟ فرض کنم ایرادیشن من دیفیوز باشه و آی پریم لاندایی که اینجا هست من خارج بتونم بکنم. دقیقا همون رو من اینجا اشاره کردم، ولی با هر دو طرف تساوی. اون طرف به شکل اتوماتیک خودش خارج شد چون جسم سیاه بود و دیفیوز بود. اینجا امیشن از نوع دیفیوز بود اون وقت، اینجا ایرادیشن از نوع دیفیوز باید باشه. یا خیر، میتونه این خارج نشه ولی خود همین اپسیلون پریم و آلفا پریمی که اینجا داریم سطوح دیفیوز باشن. یعنی یه وقتی از ایرادیشن ورودی دیفیوزه که من در مورد این آی پریم دارم صحبت میکنم، یه وقتی از نه خود این آلفا پریم و اپسیلون پریمی که میدونم با هم برابرن، اینها تابع تتا و فی نیستن. در آن صورت این چون تابع من جامعه پریم از روی آلفا و اپسیلون میتونم پریم رو پاک کنم، تابع تتا و فی نباشه. در آن صورت این دفعه آلفا پریم از رابطه خارج میشه، اون برای اپسیلون پریم از رابطه خارج میشه و این صورت مخرج این چیزی که سمت چپ تساوی میبینید این هم میشه و با هم دیگه ساده میشن. اون برای تساوی هم که اصلا کاملا این همه و هست میشه. پس ببینید در دو حالت هستش که این دو سمت تساوی با هم برابره، یا همون جوری که این ساده شد به شکل متقارن در این سمت تساوی اینا هم ساده بشن که بهش میگیم diffuse source of irradiation، یا اینکه خیر این آلفا پریم و اپسیلون پریم از انتگرال خارج بشوند و صورت و مخرج هر دو سمت تساوی کپی هم بشه و ساده بشه و دو تا یک در حقیقت ایجاد بشه. خب این اینا هم که با هم دیگه برابر هستن دیگه. پس دوباره خب از این دومی که گفتم خیلی بدیهیه ها، یعنی وقتی میگم اپسیلون و آلفا تابع جهت نباشن، شما در مورد چی دارید صحبت میکنید؟ در مورد اپسیلون لاندا و آلفا لاندا که انتگرال گیری شده رو جهاتن. وقتی که اینا مقادیر تابع جهت نیستند و با هم برابرن، طبیعتا انتگرالشون هم بگیرم در روی جهات مختلف هم باید برابر باشن. این نحوان خیلی ساده است ولی یکم پارامترها زیاده باعث گنگی میشه. حالا پس یکی از این دو حالت اگه برقرار باشه، ما میتونیم فرض کنیم که آن چیزی که در اینجا نوشتم برقرار هست، که البته این دوتا چیزی که نوشتم بیراه هم نیستن، ولی واقعا هم اینجوری هست در کاربردهایی که ما داریم. مقادیر ضرایب امیسیویتی و اینها تابع چندان قدر تابع فی که تقریبا نیستن، تابع تتا هم ما بحث کردیم مثلا که امیسیویتی چه تابعی از تتاست اگه یادتون بیاد، و اونجا گفتم تا حدود 70 درجه تغییر نمیکنه. میومد تا 70 درجه درجه اجسامی که الکتریکالی نان کاندکتینگ باشن، اونجا هم کاندکتینگ رو گفتم هم نان کاندکتینگ رو. کاندکتینگ ها تا حدود 40 خورده درجه یک نواخت بودن، ولی نان کاندکتینگ ها تا حدود 70 درجه تقریبا تابع جهت نداره. به خاطر همین میشه با فرض خوب بعضی وقتا گفت این برقرار هست. خب اجازه بدید یه قدم پا رو فراتر بگذاریم و ببینیم چه زمان این آلفا با اپسیلون برابره. خب بعد دوباره رابطه شو می‌نویسم دیگه، یعنی رابطه‌ای که برای اپسیلون از نوع کلی و نیم کره‌ای داشتن با آلفا با هم دیگه یکی می‌زنه. اینجا هستین، این الان آلفایی که دیگه تابع تی هم که قرار شد نباشه و با هم این رابطه که اینجا میبینید و من کپی پیست کردم اینجا و امیسیویتی رو هم که اصلا قسمت قبل باشی، باز هم تفاوت ها رو نگاه بکنید. هر جا صورت نخرش و روی لندن تکرار گیری شدن، تو یکی از تشعشع وارده استفاده کردم، گفتم چقدر ایرادیشن دارم و آلفا رو به اون ضرب کردم، این صورت میشه مقدار انرژی تشعشعی جذب شده، مخرج میشه کل انرژی تشعشعی تابیده شده صورت، ولی این برای تساوی تو صورتش از طیف تشعشعی جسم سیاه استفاده کردم و تو مخرج هم طبیعتا همین دیگه، چون امیسیویتی نسبت به جسم سیاه سنجیده میشه. باز هم میتونید ویدیو رو پاوز بکنید و فکر بکنید که تحت چه شرایطی این دوتا رابطه برقرار. دقت کنید اون شرایط قبلی برقرار هست، یعنی من در این رابطه فرض میکنم اپسیلون لاندا با آلفا لاندا برابر هست، پس یکی از این دو شرطی که اینجا میبینید برقرار بوده و این تساوی برقرار شده. در نتیجه حالا رسیدم به این مرحله، میخواهم بدانم چه شرط دیگری نیاز هست علاوه بر یکی از این دو شرطی که اینجا دارم. یه شرط دیگری هم لازم هست که این دفعه در انتها بگویم خود اپسیلون با خود آلفا برابره و همان چیزی بشه که در اینجا فقط به کمک این محفظه به دست آوردیم.
با پاسخ سوال نگاه میکنم به ساختار ریاضی دو سمت تساوی و میگویم چه زمان خب اینا با هم دیگه برابر هستن و یه شرط جوابش حالا میگم یکی اینکه جی لامدا با ای لامدا بی برابر باشه میخواستم معلوم اینا چون میدونم که اپسیلون لامدا با الفا لامدا برابر هست اینو میدونم خب اون بر الفا به جی ضرب شده این بر الفا به ای ضرب شده و تو مخرج هم اون بر جی این بر ای اگه جی با ای برابر باشه خب دو طرف تساوی کپی هم میشه در نتیجه اگر تشعشع فروتابیده شده به یک جسم ما برابر باشد با تشعشع جسم سیاه در آن صورت میتونید علاوه بر اینکه اون داستانهای قبلی رو داریم میتونید بگید که مقدار آلفا و اپسیلون برابره خب چون دو سمت تساوی کپی هم میشن بهش میگم black source of irradiation دقیقا هم کپی همین چیزی که اینجا بود حالا متوجه میشید که چه محدودیت هایی داشتیم که من در انتها به دست آوردم آلفا مساوی اپسیلون چون اینجا فرض کردم تشعشعی که به این جسمای من میاد از یک دیواره سیاه داره میاد و به خاطر همون من اینجا جی رو قرار دادم ایه این جی که گذاشتم ایه بی دقیقا همین است که اینجا ملاحظه میکنیم و نتیجهش این شد که آلفا با اپسیلون برابر است و البته نکته بعدی هم که میشه به کمک اون این دوتا رابطه رو برابر فرض کرد یعنی که آلفا لامدا و اپسیلون لامدا تابع لامدا نباشن شبیه هم چیزی که اینجا گفتیم تابع جهت نباشن منطقی است بدیهی است وقتی من دارم میگم آلفا لامدا و اپسیلون لامدا تابع لامدا نیستن وقتی هم انتگرال گیری میکنم روی کلی طیف طول موج خب طبیعتا بازم برابر خواهند بود دیگه چون تابع طول موج نیست اصلا حالا خواهد نگاه بکنید خب اپسیلون لامدا اگر از انتگرال خارج بشه اونورم آلفا لامدا اگر از انتگرال خارج بشه صورت مخرج کپی هم میشن با هم ساده میشن اونورم با هم ساده میشن یعنی جی دیگه با ای برابر نیست ولی صورت مخرج با هم ساده میشه دو تا یک ایجاد میشه ولی تو حالت اول همونجوری که دیدید دو سمت تساوی کاملا شبیه به هم شد چه به این آخری که اینجا ملاحظه میکنید گفته میشه سطوح خاکستری سطوح خاکستری طبق تعریف همونجوری که عرض کردم سطوحی هستند که یا میتونه یه گاز خاکستری باشه حالا هر کی جسم خاکستری جسمی است که خواصش تابع فرکانس نباشه همونجوری این الفا لامدا و اپسیلون لامدا تابع فرکانس نیست روی زده زدن دیگه هرچی به این میگن سطوح خاکستری حالا با توجه به همین داستانی که عرض کردم اگه جسم خاکستری باشه در هم صورت چون این شرط رو داره و میتونید فرض بکنید که در حال اپسیلون با الفا برابره یعنی چی؟ یعنی اینکه جسم خاکستری جسمیست که ضریب جذبش برابر با یک نیست جسم سیاه جسمی بود که هر آن چیزی که تابیده شده بود رو جذب میکرد یعنی ضریب جذبش یک بود ولی اینجا اثبات کردیم که برای جسم خاکستری ضریب جذب یک عدد کوچکتر از یکه و اپسیلون ضریب صدور میدونیم که کوچکتر از یکه و در نتیجه آلفا هم یک پس جسم خاکستری دیگه یک جسم جاذب ایدئال پرفکت ابزوربر نیست برخلاف جسم سیاه و دوباره برمیگردیم به همون کانسپتی که گفتم خب جسم سیاه کامله حالا من میخوام یه چیزی یه لول پایین‌تر تعریف بکنم پارشال ابزوربر باشه خب خاکستری به نظر میاد خیلی نزدیکه به سیاهه ولی سیاه نیست و یه نکته دیگه هم اینجا داریم دوستان دقیقا می وقتی میگه جسمی خاکستریه یعنی مثلا آلفا لامدا اپسیلون لامدا تابع طول موج نیست اما منظور ما این نیست که همه طول موج ها میتونه یک جسمی در یک محدوده ای تابع طول موج باشه توی محدوده ای نباشه مثلا نکنه این آلفا لامدا یا اپسیلون لامدا که با هم برابرم هست یعنی من الان اینو دارم توزیع آلفا لامدا مساوی با اپسیلون لامدا بر حسب طول موج رو به شما دادم همونجوری که این اول داره زیاد میشه از یه طول موجی به بعد ثابته تا برسه به یک طول موج دیگری و بعد نزول میکنه این یک رفتار خاص تشعشع یک سطحی است حالا به شما بگم که آیا این جسم خاکستری هست یا نیست چی باید جواب منو بدید نباید بگید جسم خاکستری نیست به خاطر اینکه تو خواص تشعشعیش تابع طول موج است خب اول زیاد میشه بعد آخر کم میشه باید بگید بستگی دارد من بگم به چی بستگی دارد به آن تشعشعی که وارد میشود یا تشعشعی که امیت میشود چون در اینجا خب ما همونجوری که میبینید توی این رابطه امیشن داریم و اون برای تساوی های ایرادیشن داریم نکته ریاضی برمیگرده به این که من انتگرالم از صفر تا بی‌نهایت گرفتم ولی اگر اومدیم دیگه میشه دیگه تشعشع ورودی من جی لامدا به گونه‌ای باشد که در آن محدوده طول موجی که مقدار آلفا لامدا صعودیه یا نزولیه و ثابت نیست اصلا صفر باشه مقدارش
در آن صورت وقتی اینو دارید ضرب میکنید به یک چیز صفر، صفر میشه. به عبارت دیگر تو این محدوده طول موجی که درسته که آلفا متغیره، اپسیلون لاندا متغیره، ولی همونجوری که میگید ایه بی لاندایی که من به شما دادم توی اون بازه مقدارش صفره و همچنین اون انتها که دوباره نزولی شده و متغیر شده در اون انتها هم مقدارش صفره. پس تو این رابطه اون درسته که اپسیلون لاندا تابع طول موج است، ولی در آن جایی که تابع طول موج است اون ضریب بغلش صفره، در نتیجه اهمیتی نداره که متغیر باشه یا نباشه. همچنین در این رابطه جی لاندای آین که اینجا من کشیدم، بازم در این قسمت اولی که آلفا مقدار متغیری داره مقدارش صفره و در قسمت انتهایی هم صفره. پس نکته مهم اینجاست که به یک جسمی به شما مثل اون بدن خصوصیاتش رو بگن این خاکستری هست یا نی، شما نمیتوان جواب داد. البته اگه همه جا غیر یک نواخت باشه خب مطمئنن خاکستری نیست دیگه، اما اگه یه محدوده یک نواختی داشته باشه میگید استاپ واسه یه لحظه به من بگو که تشعشع تابیده شده یا امیشن انجام شده در چه محدوده فرکانسی یا طول موجی است. اگر اون محدوده بیفته در داخل اون جایی که مقدار آلفای لاندا یا اپسیلون لاندا مقدار یک نواختی است، در اون صورت شما میتوانید بگویید که این جسم خاکستری است. به خاطر اینکه استاپ تابیده نباید شما رو خلاصه فرید بده بگه هم کلن تابعی از در همه طول موج ها ثابت باشه، نه در آن طول موج هایی که امیشن داریم یا ایریدیشن داریم اگر مقدار ثابتی باشد میتونیم بگیم جس خاکستری است. این تعریفی که من به شما گفتم تعریف پیشرفته تری است و نکاتی در داخلش وجود داره. یه نکته دیگر به شما بگم دوستان، ما در این مثالی که در حقیقت داخل محفظه حل کردیم به این نتیجه رسیدیم که آلفا مساوی اپسیلون. اینجا اومدم در دو لایه گفتم اگه قرار باشه آلفا با اپسیلون برابر باشه یا این باید باشه یا این، یا این باید باشه یا این، دو صرف در دو به صورت متوالی. خب الان سوال اینه که من در این مثالی که حل کردم در نهایت آلفا مساوی اپسیلون شد، از این دوتا کدوم رو داشت و از این دوتا هم کدوم رو داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدم که آلفا مساوی اپسیلون است. در این بالایی خب چون جسم اطراف رو من جسم سیاه فرض کردم و تشعشعات جسم سیاه دیفیوز هست، من شرط شماره یکی که اینجا نوشتم برقرار، یعنی دیفیوز سورس آف ایریدیشن، منبع ایریدیشن من دیواره ها بود که بلک بادی در نظر گرفتن. پس چون این شرط برقرار است اون یکی دیگه مهم نیست، یکیش باشه کافی. من میتوانم بگویم که مقدار اپسیلون لاندا با آلفا لاندا برابره. حالا از این دو شرط کدوم برقراره؟ باز هم با توجه به این که من فرض کردم که دیوارهای من در ارزم حضور شما که سیاه باشه، در نتیجه بلک سورس آف ایریدیشن هم دارم. به عبارت دیگه پس اگر اون دیوارها و جایی که داره تشعشع انجام میده سیاه باشه، مقدار جی لاندا ایریدیشنی که میفرسته به سمت اجسام از نوع جسم سیاه خواهد بود، تا با هم برابر میشه. در نتیجه آن چیزی که من در اینجا به دست آوردم در خلال صحبتهایی که داشتم به شما میگفتم این فرضیاتی که اینجا دیدید رو بیان کردم، و ولی خب اینجا هم که دیدید دیگه به شکل خیلی سیستماتیک و جامع مثلا عمل کردم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم به شما، در خلال این رابطه یک فرض دیگه هم البته تو مسئله وجود داره که باید دقت بکنید، و اون هم این هستش که وقتی میگن جی لاندا و ای لاندا و بی برابر باشه، سوال اینه که خب ای لاندا طیف تشعشعی پلانک در یک طول موج مشخص تابع چیه به جز طول موج؟ در یک طول موج به تابع دماست. پس ای بی لاندا تابع دماست، پس باید جسم ایریدیشنی هم که توسط جسم توسط از در دیوار دریافت میشه هم در همون دما باشه. یه عبارت دیگر من دارم فرض می‌کنم یه جسمی در داخل یه محفظه ای هست که آن چیزی که به این جسم از در و دیوار میاد با جی لاندا نمایش داده، این اون چیزی که از در و دیوار ساطع می‌شود باید به برابر باشه با تشعشع جسم سیاه در کدوم دما؟ خب دمای جسم. پس اگه قرار باشه دیواره تو مثلا 2000 کلوین تشعشع بکنه، جسم من تو 1000 کلوین باشه، در اون صورت درسته که من اونو جسم سیاه فرض، ولی دماهاش با هم فرق می‌کنه، دو تا دیگه با هم برابر نیستن. پس یک به شکل ضمنی در داخل این رابطه فرض شده است که جسم و دیواره ها با هم در تعادل حرارتی باشند، و این همان فرض دیگری است که در رابطه قضیه محفظه هایی که در قانون کیرشوف چند دقیقه قبل با هم دیگه اثبات کردیم فرض کردن که دمای دیواره بلک بادی باشه و بلک بادی باشه بلک سورس آف ریدیشن و دماش تی اس باشه، دمای جسم هم تی اس باشه، و این دوتا رو با هم
همدما فرض کردم به خاطر اینکه بتونم این رابطه رو برقرار بکنم و بگم اون ایریدیشنی که چون ایریدیشن از منبع بیرونی میاد، از در و دیوار میاد، ولی ایبی که اینجا وجود داره از خود جسم میاد. ایبی با توجه به دمای جسم تعیین میشه، جی لاندا با توجه به دمای منبع تشعشع کننده خورشید حالا در و دیوار اون تعیین میشه. اگه این دو تا با هم یکی نباشن در دیگه نمیتونید، درسته که بلک سورس هست ولی همدما نیست و اون چیزی که جسم میده و اون چیزی که از ایریدیشن دریافت میشه اینا در دماهای متفاوت باشن دیگه برقرار نیست و این هم شرط دیگری است که باید فقط ادامه اینجا من بنویسم. به عبارت دیگه بنویسم بلک سورس اف ایریدیشن ویت ایدنتیکال تمپرچر ویت دی بادی، یعنی دماهای اون منبع وارد کننده و اون جسم من هم باید دماهاشون هم یکی باشه تا یک چنین رابطه برقرار باشه. خب یه مثال حل بکنیم از بحث مربوط به همین ذرایب طیفی و انتگرال هایی که داشتیم و از نوع ذریب جذب و ذریب صدور. میگوید یه در داخل یک محفظه ای، پس از نوع کویتی ریدیشن دارم بحث میکنم، یک محفظه ایست که دمای 2400 کلوین دارم، سطح کوچکی مطابق شکل موجود است. چون این سطح کوچک است، تشعشعات این جسم روی دمای بیرون تاثیرگذار نیست. و از جمله با توجه به چیزی که گفتم، این تشعشعی هم که اینجا شما می‌بینید جزو به عنوان جسم سیاه میتونه داشته باشه، در نظر گرفته بشه. پس الان من یک جسم سیاهی دارم به عبارت دیگر که در دمای 2400 کلوین است، که این دمای 2400 کلوین در واسطه 1200 کلوینی که اون وسط هست تحت تاثیر قرار نمیگیره. تغییرات ذریب جذب آلفا طیفی نیم کره‌ایان مطابق شکل است. ذریب جذب طیفی نیم کره‌ای یعنی در جهات مختلف بدین صورت در حقیقت قرار داده شده که بر حسب طول موج از مقدار طول موج‌های 0 تا 2 میکرومتر مقدار 1/10 هست، ولی از طول موج‌های بزرگتر از 2 میکرومتر یه جهشی داریم به سمت 8/10 و ذریب جذب اون جسمی که اونجا در حقیقت قرار داده شده در داخل در 1200 کلوین یک چنین رفتار طیفی اسپکترالی از خودش نشون میده. دو تشکیل از شما خواسته، یکی ذریب جذب یا ذریب پخش نیم کره ای سطح را بیاد که این جسم به شما داده شده، شما فقط تنها کاری که میکنید از فرمول هایی که دارید آلفا رو به دست میارید، ذریب جذب و نیم کره‌ای و از نوع کلی نیم کره‌ای رو به دست بیارید. خب اینجا به شما نیم کره‌ای رو داده بود ولی طیفی داده بود، اینجا از شما کلی، یعنی میخواد انتگرال گیری بکنید در لاندهای مختلف. خب همونجوری که میدونید شما در تعریف ذریب جذب میشه انتگرال صفر تا بی‌نهایت آلفا لاندا جی لاندا، اون مقدار ایریدیشنی که دریافت میکنه یه کسری از اون در فرکانس های مختلف، مثلا توی ویو لینس های پایین 1/10 فقط جذب میکنه، توی بالاتر از 2 میکرومتر 8/10 جذب میکنه. یه جورای انگار مقدار متوسطش رو گفته شما به دست بیارید، یعنی الان بخواید متوسط گیری از این بکنید یه چیزی انتظار دارید بین 1/10 تا 8/10 بشه، ولی به هر صورت این متوسط گیری شما متوسط گیری جبری نیست، به علاوه تقسیم بر دو با توجه به طیف پلانک که به دست آوردیم بعضی از اینها مقدار اهمیت است و با توجه به دمای سطح، تو دمای سطح عوض میشه اون طول موج ماکسیمم عوض میشه، یک جور اوریج گیری وزن داره و از طرف دیگه به بیبود سازی هم انجام شده، یعنی وقتی تقسیم میکنم به این عدد گروه بیبود به دست میاد. خلاصه الفا لامدا جی اون ایریدیشنی که به جسم میرسه اگه با جی لامدا نشون بدین یه درصدی از اون جذب شده، مخرج هم که جی لامدا است. خب من میدونم که ایریدیشنی که به جسم به سطح من میرسه از در و دیوار این محفظه داره خارج میشه که این محفظه رو میتوانم یک جسم سیاه در نظر بگیرم، پس به جای جی لامدا میذارم ای بی لامدا، شبیه اون چیزی که در مورد خورشید من اشاره کردم سولار ریدیشن، ولی خورشید دماش 5800 اینجا دما 2400 است. پس میام توضیح طیفی پلانک رو قرار میدم در دمای 2400 کلوین منبع تابش و خب حالا میخوام انتگرال بگیرم. آلفا لاندا به شما داده شده، این انتگرال از 0 تا بی نهایت شکسته میشه از 0 تا 2 میکرومتر و بعد از 2 میکرومتر تا بی نهایت و از 0 تا 2 از 2 تا بی نهایت. در فاصله 0 تا 2 مقدار آلفا لاندا مقدار ثابتی است و از انتگرال خارج میشه.
و در کنارش قرار میگیره. حالا آلفا یک من نوشتم، یه دهم میتونه نباشه، میتونه خطی باشه. طراحی انتگرال گیریتون فقط یکم پیچیده میشه. به علاوه از دو تا بی نهایت هم مجددا مقدار ثابت 8 دهم هست که من آلفا 2 نوشتم، اونم خارج میشه. و شما این چیزی که اینجا ایجاد شده رو میدونید که میزان تشعشع جسم سیاه از 0 تا 2 میکرومتر تقسیم بر کل تشعشعات جسم سیاه اسم داشت. بهش میگفتیم بند میشن. یه جدولی داشتیم و به اون جدول مراجعه میکردیم و اینجا هم خلاصه به کمک جدولی که داشتم میتونم مقدار اینو برم به دست بیارم. خلاصه گذاشتم F 0 تا 2 همونجوری که میبینید، پس آلفا 1 این دوتا انتگرال شده F 0 تا 2، به علاوه آلفا 2 که کاری ندارم این انتگرال شده از 0 تا بی نهایت کل مساحت زیر منحنی از 2 تا بی نهایت. تو جدول قرارمون این شد که همیشه از 0 تا یه چیزی رو بدیم. این انتگرال از 2 تا بی نهایت، خب چیکارش میکنم؟ از 2 تا بی نهایت رو می‌نویسم، از 1 بی نهایت کلش در حقیقت منهای 0 تا 2. پس اینجا آلفا 2 رو که کار ندارم، یه پرانتز وا میکنم، میگم این انتگرال هست 1 منهای از 0 تا 2 تقسیم بر 0 تا بی نهایت. و برای دیگر وقتی میگم مثلا از 1 تا بی نهایت، از 0 تا بی نهایت دارم انتگرال میگیرم، این از 0 تا 2 از 2 تا بی نهایت. من تیکه دومم میخوام، میگم مثلا از کلش تیک اولو کم میکنم دیگه. و خب این انتگرال هم مجددا f 0 تا 2 هست. ببین از 0 تا 2 از 0 تا بی نهایت، پس میشه آلفا 1 f 0 تا 2 آلفا 1 f 0 تا 2 علاوه آلفا 2 پرانتز باز 1 منهای f 0 تا 2. این جدول خیلی کمک میکنه دیگه درگیر انتگرال گیری نشید. شو خب آلفا 1 مقدارش 1 دهم هست، آلفا 2 مقدارش 8 دهم هست و f 0 تا 2 از جدول به کمک لامداتی باید بریم به دست بیاریم. خب از 0 تا 2 پس در 2 میکرومتر باید برن به جدول و البته حاصل ضرب به دماش که دما در اینجا 2400 رو باید بذارید. دقت کنید چون دارم اینجا در مورد ایریدیشن صحبت میکنم و ایریدیشن من منبعی که اون بالا هست دماش 2400. پس به جدول مراجعه میکنم با حاصل ضرب لامدا در تی مساوی 4800 2 میکرومتر در 2400 کلوین. یه عدد میخونم که میشه 607000. این 607000 رو میذارم جای F، آلفا هم که معلومه جواب میشه 375000. یعنی مقدار ضریب جذب کلی نیم کره ای تقریبا 3800 اینا میشه. یه عددی بین 1 تا 800 دیگه. ولی به عدد 3800 به 1 نزدیکتر تا به 8 دهم. این داره به شما یک اوریج گیری خاصی من انجام دادم با توجه به تیپ پلانک در دمای 2400 کلوین. اون مقدار طول موج هایی که نزدیک 2 میکرومتر بوده اهمیت بیشتری داشته، به خاطر اون میانگین گیری هم نزدیک شده به مقدار 1 دهم. خب بریم سراغ قسمت دوم سوال که گفته ضریب پخش این دفعه امیسیویتی کلی و نیم کره ای رو به دست بیارید. خب اون صورت سوال به شما ضریب جذب داده، در صورتی که ضریب پخش رو از شما خواسته. خب بعد چیکار بکنم؟ من یه رابطه‌ای میخوام که از اون ضریب جذب بتونم به ضریب پخش برسم. سریع ذهنم میرسه سراغ قانون کیرشوف و اونجا میگفتیم که آلفا با اپسیلون برابره، ولی یادتون بیاد آلفا پریم لامدا با اپسیلون پریم لامدا همیشه برابر بود. ولی من اینجا چون آلفا لامدا رو به من داده، باید چک بکنم ببینم اون دوتا شرطی که آلفا لامدا با اپسیلون لامدا برابر بود یکیش برقرار هست یا نیست. که اگه باشه در اون صورت میتونم این آلفا لامدا رو پاک کنم، جاش بنویسم اپسیلون لامدا و اینا با هم برابره و ادامه بدم. مثلا که دو تا از شرطایی که داشتیم اونجا، یکیش این بود که اون منبع ایریدیشن من از نوع دیفیوز باشه و خب اینم هست چون در و دیواری که داره ایریدیشن انجام میده خب سیاه فرض شده و جسم سیاه یک جسم دیفیوز است. پس یکی از این دو شرط رو داره، پس من میتونم بگم آلفا لامدا با اپسیلون لامدا برابره. پس اون چیزی که اونجا داده شده اپسیلون لامدا هم هست. و یه نکته دیگه هم دوستان دقت بکنید که این آلفا لامدایی که داده شده نگفته شده در چه دمایی است. چون بالاخره جسم من در 1200 دیگه برای مثال، آیا اون ضریب جذب جسم در 1200 کلوینه؟ خب در صورتی که من بحث کردم که مهم نیست چون ضریب جذب تابعی از دما نیست، تابع قوی از دما نیست. هم میتونید شما با فرض خوب اینو در هر دمایی شما دوست داشتید استفاده بکنید. خب پس نتیجه این شد که اون اپسیلون لاندا هم هست. حالا برمیگردم به اینجا، تعریف کاملا مشابه همونجوری که میبینید. تفاوتش اینه که اینجا آلفا برابر جی لاندا بود، اینجا اپسیلون برابر ای بی لاندا است. چون من دارم ضریب صدور رو حساب میکنم،
باید اینجا از دمای جسم استفاده، این تشعشع جسم در حالتی که سیاه باشد، خود جسمه. این ایرادیشنی بود که از یه منبع دیگری میاد. به عبارت دیگه این جی در دمای 2400 کلوین حساب میشه، این ای که من اینجا دارم در دمای 1200 کلوین محاسبه میشه. خب بقیهش دیگه روشنه. این مخرج کسر که انتگرال یه بی لامدا هست از صفر تا بی نهایت، صورت مجددا اپسیلون لامدا که همین باشه شکسته میشه به دو تا انتگرال از صفر تا دو، علاوه از دو تا بی نهایت شبیه هستن به هم. از صفر تا دو رو اپسیلونش میاد بیرون، اینورم میاد بیرون چون مقدار یک نواختی داره. و این انتگرالی که اینجا ظاهر شده است مجددا مقدار اف صفر تا دو است، ولی اف صفر تا دو در دمای 1200 کلوین، نه در دمای 2400. شما اینجا به جدول که مراجعه کردیم لامداتی رو خواستیم به دست بیاریم، دو میکرون رو زد در 2400 کردیم، به جدول مراجعه کردیم، اف صفر تا دو رو گذاشتیم اینجا. ولی استخوان بندی کاملا شبیه قسمت قبله و همونجوری که میبینید این اپسیلون این میشه اف صفر تا دو، اینم از دو تا بی نهایت هم این قبلی نیستم، یک منهای اف صفر تا دو، و اپسیلون این هم که همون یک دهم و یک هشتم هستش. ولی نکته اینجاست وقتی میخوام اف صفر تا دو رو به دست بیارم، به جای اینکه در لامداتی مساوی 4800 مراجعه بکنم به جدول، در لامداتی مساوی 2400 مراجعه میکنم، چون دو حاصل ضرب میو که دو میکرومتر هست در دمای خود جسم این دفعه که افش میشه 1400. حالا بعد بسینا رو با هم یه مقایسه بکنیم، اف قبلی 6 دهم بود، این شد 14 صدم و هر جفت اینا از 0 تا 2 اند. پس این ولی در دمای پایین‌تر است. وقتی دما پایین‌تر باشه طیف پلانک به سمت طول موج‌های بالاتر حرکت می‌کنه و قسمت طول موج‌های پایین خلوت میشه، خالی میشه. به خاطر همین وقتی من از 0 تا 2 انتگرال می‌گیرم در دمای 0 تا در دمای بالاتر، مقدار تراش 6 دهم از تشعشعات من در بازه 0 تا 2 افتاده، اما وقتی در دمای 1200 کلوین انتگرال میگیرم تنها 15 صدم 14 صدم از 14 درصد تشعشعات من بین 0 تا 2 افتاده، به خاطر اینکه شیفت پیدا کرده به سمت طول موج های بالاتر. جاگذاری عهده خودتون، در نهایت جواب به دست اومده 7 دهم. اما یه نکته مهمم اینجا هست، اینی که چرا اپسیلون با آلفا برابر نشد؟ اینجا آلفا رو به دست آوردیم 37 صدم، اینجا مقدار اپسیلون رو به دست آوردیم 7 دهم. به عبارت دیگر 7 دهم هم میانگین این دوتاست، این 37 صدم هم میانگین این دوتاست، ولی این میانگین نیست که با توجه به طیف پلانک در دمای 2400 کلوین به دست اومده، به خاطر همون خیلی نزدیک هست به حد پایین، به 1 دهم نزدیکتر. ولی این اپسیلون با توجه به طیف پلانک در دمای 1200 کلوین به دست اومده، چون نقطه ماکسیموم منحنی به سمت طول موج‌های بالاتر میره، در نتیجه مقدار متوسط من به عدد 8 دهم که برای طول موج‌های بالاتر هست نزدیک‌تره. و قسمت سومی هم سوال داره که گفته اگر من به اندازه کافی به این زمان بدم، چون بالاخره یعنی تعادل حرارتی که نداره و این به دماش زیاد میشه و خب اون دماش ثابته تقریبا چون این کوچیکه، ولی از 1200 میره میره تا اینکه بشه 2400 به تعادل میرسه. ضریب جذب و ضریب صدور پس از اینکه خیلی زمان طولانی گذشت چگونه است؟ نکته بعدی که اینجا باید بگم دوستان، یادتون بیاد قانون کیرشوف ما گفتیم حالا فرض کنیم که آلفا لامدا با اپسیلون لامدا برابر باشه که تو کیس ما هست. دو تا شرط دیگه من در ادامه گفتم که این دو تا شرط دیگه هم اگر برقرار باشد، خود اپسیلون با خود لامدا و خود آلفا برابر میشه، ضریب جذب و ضریب پخش کلی نیم کره. و همونجوری که می‌بینید اینجا برابر نشده. حالا توصیه میکنم که اون قسمت اگه یادتون رفته برگردید یه بار دیگه مرور بکنید، چون طبیعیه یادتون رفته باشه. ببینید از اون دو تا شرطی که گفتیم اگر اون دو تا شرط باشد آلفا با اپسیلون برابر میشه، کدوم برقرار نیست که اینجا آلفا با اپسیلون برابر نشده؟ خیلی هم فرق داره، تقریبا دو برابر به دست اومده. خب من پاسخو میگم، به خاطر اینکه یادتون باشه گفتیم تو همون محفظه‌ای که کشیدیم قانون کیرشوف رو که اثبات می‌کردیم، گفتیم که زمانی برقرار این آلفا مساوی اپسیلون هست که تعادل حرارتی برقرار باشه و دمای جسم با دمای محفظه یکی باشه. در صورتی که اینجا دمای جسم با دمای محفظه یکی نیست، پس انتظار می‌رود که مقدار آلفا با اپسیلون یکی نباشه. با توجه حالا به فرآیند اثباتم بدیهی بود دیگه، چون اینجا در 4800 به جدول مراجعه کردم، اینجا با 2400 به جدول مراجعه کرد. طبیعتا اگه من با دو تا عدد یکسان به جدول مراجعه می‌کردم، خب جواب یکی میشد، آلفا با اپسیلون یکی میشد، یعنی اگر اینا هم دما می‌بودن. حالا قسمت سوم همینو هدف گرفته، گفته که من به این زمان بدم اندازه کافی که تعادل حرارتی برقرار بشود
یعنی دمای 1200 افزایش پیدا کنه و همدما بشه با دیواره، در آن صورت مقدار این دوتا چه تغییری میکنه؟ و همونجور که میبینیم بالایی با توجه به دمای دیوار به دست اومده که دمای دیوار من تکون نمیخوره چون جسم من خیلی کوچیکه، پس این تغییر نخواهد کرد. ولی این پایینی چون با توجه به دمای جسم به دست اومده، هر چه زمان بگذره دمای جسم افزایش پیدا کنه در نتیجه طول موجهای پایینتر داره اهمیت میشن و به سمت 1/10 که اونور هست میانگین من به اون سمت شیفت پیدا میکنه و متا اینکه در نهایت که این دوتا با هم برابر شدن، دقیقاً آلفا و اپسیلون با هم برابر خواهند شد.